سلام و درود خدمت دوستان عزیز، علی خیابانیان هستم، معمار، نویسنده و هنرمند دیجیتال. چند وقت پیش دفتر معماری ما، دفتر جهان طراحی میان گستره، کارگاهی رو با عنوان طراحی پاویون پارامتریک برگزار کرد. ایده های مختلفی در این کارگاه مطرح شدن که یکی از کارهای برگزیده رو میخوام در این ویدیو به شما معرفی بکنم و تکنیک هایی که در طراحی اون ازش استفاده کردیم رو با شما در میون بذارم. این کار توسط پیمان بیکلی طراحی شده. بیس طراحی در نرم افزار 3D Studio Max انجام شده و سپس از نرم افزار توین موشن برای انیمیشن و ساخت انوایرمنت و قرار دادن کاراکترها استفاده کردیم. هر شرکت کننده ای برای طراحی این پاویون ایده خاص خودش رو داشت. البته بماند که اسکریپت استفاده شده در طراحی نیز خیلی بهشون کمک کرد. میتونست این پاویون در داخل یک فضای شهری باشه، در داخل یک پارک باشه، که همینطوری که میبینین پیمان پاویون خودش رو در داخل یک پارک به صورت تپه‌ای قرار داده. دقیقا یک تپه مصنوعی رو طراحی کرده به کمک اسکریپتی که بهتون آموزش خواهم داد و انسان ها میتونن داخل اون رفت آمد کنن، جلساتی رو برگزار کنن، صحبت کنن، برقصن. به این صورت بریم سراغ طراحی پروژه. طراحی پروژه همونطوری که گفتن در نرم افزار 3D Studio Max انجام شده با کمک اسکریپت Spline Curve Control. این اسکریپت رو درگ میکنیم به داخل 3D Max، یک پنجره برای شما باز میشه و با زدن Create Control دو تا صفحه سبز رنگ با خطوط قرمز در وسطشون ظاهر میشن. به همین صورت شما میتونید با جابجا کردن این خطوط قرمز یا تغییر شکل اونا برای خودتون یک پلتفرم رو که به صورت پارامتریک تغییر میکنن رو بسازید. من میام دکمه جنریت رو میزنم. خب این برای ما یک پلینی رو نمایش داد که از سطوح مربعی تشکیل شده. به این صورت شما میتونید بیاین و خطوط قرمز رو انتخاب بکنید و با جابجا کردن این خطوط قرمز خیلی ساده میتونید ارتفاع رو تغییر بدید. به این صورت این به صورت پلین هم میتونه باشه که در حقیقت یک صفحه صاف مثل همین پلینی که در قسمت استاندارد پریمیتیوز داریم، فقط باید جنریت رو قبلش بعدش بزنیم. به این صورت فعلا ما با باکس کار داریم. خب جنریت رو من میزنم و این باکس ما تشکیل شد. به این صورت من الان چیکار میکنم؟ خطم رو انتخاب کردم، میرم روی منوی مودیفای، خودش اسپلاین رو انتخاب کرده، ورتکس رو انتخاب میکنم و میام یکی از ورتکس های انتهای خط رو انتخاب میکنم، میبرم بالا. خیلی ساده شما میبینید که الان یه حالت پله‌ای تشکیل شد. میتونم بیام اسپلاین رو خاموش کنم، خط پشتی رو انتخاب کنم، ورتکس رو انتخاب کنم و اینو ببرم بالا. میبینید؟ به این صورت خیلی ساده شما میتونید یک پلتفرم پارامتریک رو اینجا ایجاد بکنید. هر چقدر که به دستور ایتسپیلان تسلط بیشتری داشته باشید میتونید فرم های مختلفی رو اینجا بسازید. در طول کارگاه قشنگ ایتسپیلان توضیح داده شد و دوستان تونستن که با اون کارهای خیلی مختلفی رو انجام بدن قبل از طراحی پاویون. خب من الان میرم روی دستور ریفاین. دستور ریفاین رو برمیدارم و به کمک ریفاین ورتکس های رو در طول خطم ایجاد میکنم و بعد میام اینا رو جابجا میکنم. ببینید چه فرمای مختلفی الان میتونه ایجاد بشه. به احتمالا الان ایده های خیلی مختلفی به ذهنتون رسیده که میتونیم با این تکنیک انجام بدیم.
میرم اون یکی خط رو انتخاب میکنم و ورتکس رو برمیدارم، دیفاین رو میزنم به این صورت. قبل طراحی حتما مد نظر داشته باشیم که این حجم شما کجا قرار ساخته بشه. کاری که پیمان انجام داده این بود که میگفت من میخوام داخل پارکم که به صورت مسطح و هیچ دقیقه اختلاف ارتفاعی وجود نداره، میخوام یک تپه مصنوعی رو ایجاد بکنم تا اینکه مردم بتونن ازش بالا برن. یک هیجانی داره، یک فضایی داره که میتونه بچه ها رو تشویق کنه که لابلای مکعب ها بازی بکنن، مردم میتونن بشینن صحبت بکنن، یه فضای خلوت مانندی در یه سری از گوشه ها میتونیم به وجود بیاریم در این حال که دید وجود داره و انسان ها رو تشویق کنی به حرکت کردن. به این صورت خیلی ساده شما میتونید اینا رو طراحی کنید، این حجم رو طراحی کنید و همچنین میتونید بیاین گزینه های مختلف بلند رو انتخاب کنید، مکس رو انتخاب کنید که من بیشتر ترجیح میدم با بلند کار بکنم. به این صورت اگر گزینه پلین رو انتخاب بکنید و جنریت رو بزنید، این پلین اولیه که به شما داده بودن به صورت منحنی نمایش خواهد داد که احتمالا در آینده کارگاه دیگه برای همین پلین داشته باشید. من فعلا برمیگردم روی باکس. نکته مهم اینه که شما بعد از طراحی میتونید هر کدوم از این باکس هایی که خواستین جابجا بکنید، هر کدوم رو خواستین یا هر قسمتی رو خواستین میتونید خودتون دستی جابجا بکنید، یعنی فقط بسنده نمی‌کنین به این اسکرین بلکه خودمونم تغییر میدیم. به این صورت الان من برمیگردم همین خط منحنی رو انتخاب میکنم، جابجاش میکنم و میبینید این چند تا مکعبی که من جدا کردم از این پلتفرم، از این مجموعه، باز اونا هم تحت تاثیر این منحنی دارن حرکت میکنن و ارتفاعشون تغییر پیدا میکنه. اسکریپت فوق العاده ایه. ببینید که چطوری با همین اسکریپت ساده و ایده و امکاناتی که در اختیار ما قرار میده تونستیم همچین پاویون رو بسازیم، یه همچین پرسپکتیو هایی داشته باشیم. نکته مهم دیگه اینه که شما میتونید بیاین و روی هر کدوم از این مکعبا که خواستین تغییرات رو ایجاد بکنید. مثلا میتونید بیاین و یه سری از اینا رو انتخاب کنید و دستور لاتیس رو اجرا کنید. آره رنگش رو عوض بکنم. نماهای خیلی متعدد و جذاب رو ما میده. میتونیم یه سری از حجم رو دوباره انتخاب کنیم، بریم به دستور مثلا مودیفایر تریکون رو روش اجرا بکنید، ساختار رو تغییر بده. میبینید به این صورت. اگر سوالی در مورد 3D Max، فوتوشاپ، پست پروداکشن و ساخت انیمیشن داریم میتونید از من بپرسید، کامنت بذاریم برام و اینکه حتما پلیلیست 3D Max و فوتوشاپ رو مطالعه بکنید. و یه امکان دیگه ای که وجود داره اینه که شما میتونید به صورت تک جلسه کلاس های آموزشی داشته باشین، یعنی اگر مبحثی رو متوجه نشدین مثلا از من بخواین که فقط ادیت پلان رو بهتون تدریس بکنم یا فقط ادیت کوری رو تدریس بکنم، یک حجمی مد نظرتون هست حالا میخواین اونو مدل سازی بکنین برای پروژه، برای پایان نامتون، میتونید که از من بخواین که
یک جلسه دو جلسه توی اون وقت بذارم، هم به لحاظ معماری تحلیلش بکنم و تکنیک های مدل سازیش رو به شما آموزش بدم. الان دوست خوبم پیمان بیگلی میخواد این حجمی رو که طراحی کرده، این حجم نه خود حجمی که خودش طراحی کرده رو در توی موشن کامل بکنه و موارد مهمش رو آموزش بده. بریم و از امکانات نرم افزار توی موشن استفاده کنیم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنده در پارت دوم مدل سازی پاویان متحرک در خدمتتون هستم. خب الان میخوایم که پاویان مدل سازی شده در 3D Max رو وارد محیط توی موشن بکنیم و یک خروجی انیمیشن ازش بگیریم. خب برای این کار من فایلی که به صورت FBX از Max سیو گرفتیم رو ایمپورت میکنم. منتظر میمونیم تا ایمپورت بشه. خب با دکمه های ذره میام عقب‌تر. خب همونطور که مشاهده میکنید این حجم اصلی ماست. خب اول از همه میخوام که به حجم اصلیم متریال بدم و بعد محیط رو پر کنم. خب ترجیح میدم که به این المان ها من متریال فلز رو بدم. فلز رو میزنم، میام توی قسمت متریال و متال. یه مقدار اسکیلش رو زیاد میکنم تا با کارم مچ بشه. خب 3/10 مناسبه. توی سیتینگ حتما تو سایدت رو آن میکنم. بعد به کف کارم متریال های مثل بتون اکسپوز رو ترجیح میدم که مقاومم هستن. قسمت کانکریت. میام نزدیکتر تا دیتیل کار رو ببینم. اسکیل رو روی نیم تنظیم میکنم و باز تو سایدت رو میزنم حتما. و یه بتون دیگر رو هم برای این سطوح هم انتخاب میکنم، چون من از قبل آیدی مشخصی رو برای تک تک این باکس ها در نظر گرفته بودم. برای همین این تعداد یه متریال و این تعداد یه متریال مشخص رو میگیرن. شما میتونید همین کار رو توی مکس انجام بدید. مور رو میزنم و اینو دوست دارم که 90 درجه روتیتش بدم. تو سایدت حتما فعال. یه مقدار هم رفلکتش رو افزایش میدم تا نزدیک به واقعیت باشه. خب حالا میام به دامنه اطراف کارم، میخوام که متریال چمن رو بهش اعمال کنم. توی ground
توی نیچر میام و این چمنی که به صورت رندوم هست رو انتخاب میکنم تا کارم واقعی تر بشه. خب اسکیل کار رو خیلی باید بیارم پایین، مثلا 1/10 مناسبه. این رو به زمین اصلی من میدم که اون دامنه ای از کوه ها رو بتونیم ایجاد کنیم. خب اوکیه. این کارم رو یه مقدار میارم پایین تر. یا میتونم این رو یه ذره بیارم بالاتر. خب اوکی. خب الان میخوام شروع کنم به چیدن مبلمان. خب اینجا یک فضایه که یه سری آدم میان میرن، پس احتیاج داره که یه جایی واسه پارکینگ گذاشتن ماشین، یک قسمت ورودی رو تعریف کنیم، یک سری پرسوناج اینجا قرار بدیم و در نهایت پوشش گیاهمون رو تکمیل بکنیم. خب توی قسمت ویکل کارز انواع ماشینا رو میتونیم که اینجا قرارشون بدیم، روتیتشون بکنیم، دوباره ماشینای دیگر رو اینجا قرارشون بدیم، حتی میتونیم رنگشون رو عوض بکنیم. اینا رو شما باید بیشتر روشون وقت بذارید و کار بکنید. خب حالا زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. ادامش رو خودتون میچینین. توی بخش فلگ میتونیم که پرچم ها رو اینجا قرار بدیم. خب خوبه. حالا روی یکی از جهت ها وای میستم، دکمه شیفت رو میگیرم و از این به یه تعدادی کپی میگیرم به صورت اینستنس باشه که حجممون زیاد بالا نره، و تعداد رو مثلا میذارم روی 4. اوکی هست. توی قسمت پارتیکلز ما انواع دود و آتیش رو داریم. من میخوام که حالا از این دودهای رنگی که تو فستیوال ها هم بیشتر ازش استفاده میشه رو اینجا قرار بدم. که میخوام فضای ورودیم رو تعریف بکنم. از یک سری مبلمان های شهری مثل چراغ اینجا استفاده می کنم تا یک حریمی رو مشخص بکنم. روی یکی از جهت هوای می سیستم کلید شیفت رو می گیرم و تعدادی ازش کپی می کنم. مثلا میگم 10 تا توالت اینستنس کپی بشه. کلید شیفت اون سمتم کپی می کنم یه دونه. حالا روی این جهت وای میستم و مثلا میگم که 3 تا برام تو این جهت کپی کن. خب میتونید از تمام این مبلمان ها استفاده بکنید. مثلا میتونید نیمکت قرار بدید، میتونید آبنما بذارید، سطح های زباله، یک سری تابلوها، یک سری المان های شهری مثل مساله، مثل انواع چراغ ها رو میتونید قرار بدید.
خب الان میام یک سری پرسوناژ رو قرار بدم توی محیط، کرکتر رو انتخاب میکنم. اینجا ما پرسوناژ به صورت تکی و به صورت گروهی داریم، حتی حیوان خونگی هم داریم اینجا. حالا من به صورت گروهی استفاده میکنم، این گروه رو ایمپورت میکنم اینجا، مثلا یه گروه 3 نفر رو قرار میدم اینجا. یک گروه مثلا 2 نفره میذارم اینجا، دوباره یک گروه 3 نفره رو میذارم اینجا. بعد روی این سکوها ما باید که از کرکترهای تکی استفاده بکنیم. مثلا اینو اینجا قرار میدم، یه ذره روتیتش میکنم. خب شما میتونید که پوزیشن این پرسوناج رو تغییر بدید، میتونید که رنگش رو از اینجا عوض بکنید، بعد میتونید که پوزیشنش رو اینجا تغییر بدید، مثلا در حال صحبت باشه، در حال حالا کتاب خوندن باشه، نشستن باشه، یا دراز بکشه، و یا یک سری کارهای مثلا برقصه. حالا من صحبت کردن رو اینجا انتخاب میکنم و دوباره یک سری آیتم های متفاوت واسه این پوزیشن داره، مثلا اسپیکینگ 1 حالا اینجوریه، 2 اینجوریه، 3 اینجوریه. مثلا اینا اگه بذاریم با تلفنش صحبت بکنه، حالا مثلا پوزیشن 3 رو یا 2 رو واسهش انتخاب میکنم. روی هر قسمت که دلتون بخواد باید پرسوناج رو میتونید که قرار بدید و به تعداد دلخواه در پوزیشن های متفاوت، به شکل های متفاوت، نشسته، در حال رقص، صحبت، از همش میتونید که اینجا استفاده کنید و فضاتون رو پر بکنید. خب بعد از اینکه پرسوناج ها رو قرار دادیم توی این محیط، من میام که پوشش گیاهیم رو شروع بکنم. خب برای پوشش گیاهی من میتونم که بیام اینجا توی قسمت ویجیتیشن و تریز رو انتخاب بکنم و اینا رو درگ بکنم توی محیطم، اما این کار زمان زیادی رو از من خواهد گرفت. پس چه کار باید بکنم؟ باید این درخت ها رو بتونم که اسکتر بکنم روی محیط. برای این کار میام این آیکون برگ رو انتخاب میکنم، توی ویجیتیشن میام، اینجا یک سری پوشش های گیاهی به طور پیش‌فرض از قبل خودش قرار داده و شما میتونید با کلیک و درگ هر کدوم که دلتون میخواد اینجا بندازید و اونو توی محیطتون اسکتر بکنید. خب من یک پوشش گیاهی حالا کاج رو انتخاب میکنم، مثلا همین مدل، درگ میکنم اینجا، درخت مورد نظر انتخاب، میام براش رو انتخاب میکنم، از اینجا شوهای براشم رو تنظیم میکنم، روی 10 هست، حالا میتونی شما روی اینو 20 بذارید بزرگتر بشه، برای من همون 10 رو ترجیح میدم. اینم تراکم این براش رو نشون میده. اگه دنسیتی روی 100 باشه، خب موقع اسکتر تعداد زیادی درختی رو میندازه. اگه نه، من اینو کمترش کنم، این فاصله ها بیشتر و بیشتر میشه. حالا من این رو روی 100 قرارش میدم، روی محیطم براش رو حرکت میدم و پوشش گیاهیم رو ایجاد میکنم. سعی کنید که از یک نوع پوشش گیاهی استفاده نکنید، حداقل 2 تا 3 تا انتخاب بکنید که یک دست نشه و به صورت رندوم و خیلی ریالتر کارمون در بیاد. بعد میتونم یک درخت دیگه رو انتخاب بکنم، مثلا همین رو درگ میکنم اینجا، انتخاب میکنم، براش رو بر میدارم و این سری این درختم رو اسکتر میکنم.
شما میتونید که از بوته ها از سنگ ها هم استفاده بکنید، مثلا این سنگ رو انتخاب بکنید و این بار این رو اسکتر بکنید. حالا میزان دنسیتی رو میارم پایین تر، یه مقدار اینجا، مثلا یه ذره اینجا، یا مثلا میتونید از یک سری گل و گیاه و بوته ها هم اینجا استفاده بکنید که کارو قشنگتر میکنه. دوباره درگش میکنم، قلم رو بر میدارم و شروع به اسکتر میکنم. وقتی نزدیکتر برم کاملا دیده میشه. بوشز انواع بوته هاست که اینجا مقیاسش هم نشون میده. سعی کنید که بیشتر از اون مقیاس هایی که از مقیاس انسانی بزرگتر استفاده نکنید، چون کار زیاد جالب در نمیاد. مثلا همینا مناسبه یا اینا مناسبه. مثلا اینو درگ میکنم، دوباره این انتخاب میکنم و همین رو اسکتر میکنم. خب دوستان، شما باید این روند رو ادامه بدید، وقت و حوصله صرف کارتون بکنید، اینا رو کاملا انجام بدین و محیط خودتون رو پر بکنید. خب بعد از اینکه این کارا رو انجام دادیم، کار ما آماده خروجیه. خب من این رو میبندم، میام توی آیکون پایینی، اینجا ایمیج، پانوراما، ویدیو و بیم موشن نوشته که خب ما با اینا کاری نداریم. اگر رو گزینه ایمیج بیاید، میتونید که رندرهای تک شات خروجی بگیرید. با کرییت ایمیج زاویتون رو تنظیم میکنید و یک شات رو من مثلا اینجا گرفتم، مثلا یک شات رو میام مثلا از این زاویه میگیرم و الی آخر. اما هدف ما اینجا گرفتن انیمیشنه. خب چجوری انیمیشن رو بگیریم؟ خب قبل از اینکه انیمیشن رو من خروجی بگیرم، میام و بک‌گراند و نور، روی نور کارم و فصلی که قرار داره بارونی باشه، زمستون باشه، بهاری باشه یا پاییزی باشه، اینا رو هم بهتون توضیحی بدم. خب ما توی این آیکونی که به شکل برگه، اینجا یه دونه لوکال داریم. وقتی این رو انتخاب بکنیم، حالا موقعیت و لوکیشن این پروژه‌مون رو میتونیم مثلا توی کدوم ماه باشه، یا حتی میتونیم به اینترنت وصل شده و کشور مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم و بگیم که نسبت به آب و هوا و موقعیت خورشید اون کشور برامون رندر بگیره، و حتی میتونیم زاویه خورشیدمون رو تنظیم کنیم که مثلا از شرق یا از غرب باشه. اینا همه سلیقه است. ودر مربوط به فصلمونه. خب ما مثلا میگیم آقا تابستون باشه، یا نه میخوام هوا ابری باشه بشه پاییز، بعد مثلا بارون بباره هوا بارونی باشه یا هوا برفی باشه. خب اگه من اینو اینجا قرار بدم و میبینم که برفی نیست، بارونه، پس بعد این رو بیارم روی حالت آدم برفی که تبدیل به زمستون بشه. بعد از اینکه اینا رو تنظیم کردیم، خب من حالا هوای ابری رو ترجیح میدم، یه ذره باد رو اضافه بکنیم اینجا. اینجا توی گزینه افکت ما میتونیم که سرعت باد، زاویه باد و حتی مهمون رو کنترل بکنیم. خب الان که نیاز به مه ندارم، چون هوا نسبتا پاییزیه و سرعت بادم هم مثلا روی 2 تنظیم میکنم. خب اینجا خودتون تاثیرش رو میبینید که روی پرچم ها هر چقدر این سرعت بیشتر باشه، الان 0، میذارم روی 2، اینا به شروع به حرکت در میاد. حالا روی 1 خوبه، اوکی. هر تنظیمی که اینجا شما انجام میدین تاثیرش رو توی محیط کار میتونید ببینید. لایتینگ تنظیمات مربوط به انوایرمنت و سانمون هست. خب من میام شدت سان رو میتونم افزایشش بدم. امبیننت، رفلکس هایی که توی محیط قرار داره، وایت بالانس محیطم رو که به طرف آبی و یا به طرف زرد باشه رو میتونم تنظیم کنم.
قدرت جی آی ها، نورهایی که از توی محیط برخورد توی سطوح برخورد میکنه و انعکاس پیدا میکنن، اینا همه قابل تنظیم است. اینا رو به سلیقه خودتون میتونید که تغییر بدید. اوشن رو هم که ما نیاز نداریم. خب الان میایم توی قسمت ویدیو، کرییت رو میزنیم چون میخوایم انیمیشنمون رو ایجاد بکنیم. خب من ابتدا اولین نقطه‌ای که میخواد دوربینم حرکت کنه رو انتخاب میکنم، بر فرض مثال این نقطه رو مثلا انتخاب میکنم. اگه بخواید بک‌گراندتون هم تغییر بدید، از این قسمت سیتی، کانتکست، بک‌گراند، حالا این رو میزنم و من حالا انواع اقسام بک‌گراند رو مشاهده میکنید. حالا من مانتین رو ترجیح میدم چون لوکیشنم توی منطقه کوهستانیه و میتونید که روتیتش بکنید و زاویه مورد نظرتون رو تنظیم بکنید. خب برمیگردم به ویدیو، کرییت. خب فرض میکنم که نقطه شروع دوربین من اینجاست، کرییت کلیپ رو میزنم و نقطه آغازین من رو اینجا نشون میده. خب سرعتم رو از این قسمت روی پیاده تنظیم میکنم که موقع جابجایی با سرعت بیشتری حرکت نکنه. خب کمی میام به سمت چپم، حالا با گرفتن دکمه شیفتم میتونی یه مقدار سریعتر بیاید. میام این قسمت و اینجا مثبت رو میزنم، مثبت سمت راستی، چون میخوام که فیلمم رو به جلو حرکت بکنه. دوباره یه مقدار دیگه به سمت چپ میام، و دوباره مثبت. حالا این سری به سمت جلو حرکت میکنم. دوباره مثبت و باز هم میام جلو. حالا من سرعت این رو یه مقدار افزایش بدم که وقت شما هم گرفته نشه. دوباره مثبت دیگه، دوباره یه مثبت. اینا یک سری رندرهای تکشاتیه که الان این خودش ما بین اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، یعنی مسیر حرکت ما پس دوربین ما رو تشکیل میده. و حالا در نهایت اینجا کارم رو تمام میکنم. خب نزدیک 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 10 تا اسلاید شد. اینجا زمان کلی انیمیشن رو بهمون نشون میده، یعنی 10 ثانیه کل مسیر ما، یعنی سرعت دوربین ما توی 10 ثانیه اتفاق میفته. خب من این رو به نقطه شروعی بزنم و پلی بکنم، مسلما سرعت کارمون خیلی بالاست. میبینید اینجا رو مثلا با سرعت زیاد داره میپیچه و این کار رو یه مقدار خراب میکنه. برای اینکه سرعت رو بهبود بدم، این عدد رو مثلا روی 30 تنظیم میکنم. دوباره میزنم اول و پلیش میکنم. خب بعد اینکه تمام این کارها رو انجام دادیم، میریم که خروجی انیمیشنمون رو بگیریم. برای خروجی خب کلیپ 1 رو ما درستش کردیم، این مسیر دوربینمون هست. میام روی گزینه اکسپورت. وقتی میام اینجا یک سری گزینه اینجا برای من ظاهر میشه. خب ما خروجی رندر تکشات نداریم، بنابراین اینو نمیخوایم. روی ویدیو میام و کلیپ 1 رو انتخاب میکنم چون میخوام که این اکسپورت بشه برام. روی مور بیاید، دوباره میتونید که کیفیت انیمیشنی که میخواد خروجی بگیرید رو اینجا برای خودتون تنظیم بکنید. حالا روی 4K من گذاشتمش که نهایت کیفیتش این هست. مکس رفلکشن، مکس لایتینگ میتونه که کارتون رو ریالتر بکنه، البته زمان رندرتون بالا میره. و یک سری گزینه‌های دیگه که چندان ضروری نیست.
خب بعد از اینکه کلیپ یک رو انتخاب کردم و تمام ویرایش هامو انجام دادم، اینجا گزینه استارت اکسپورت رو میزنم و توی این موشن شروع میکنه که انیمیشن منو خروجی بگیره. و بعد اینکه تمام شد، این انیمیشن را توی فرمت MPEG یا MP4 هرچی که خودتون صلاح دونستید میتونید ذخیره بکنید و در نهایت انیمیشن شما آماده است. خب دوستان، امیدوارم که از این آموزش خسته نشده باشید، نهایت لذتتون رو از این آموزش برده باشید. حتما تمرین بکنید و نتیجه کارتون رو برای ما ارسال بکنید. خود شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.